قربان شما. میخوای آقای دکتر به رسم ادب شما یه سلام علیکی با دوستان بفرمایید که من یه مقدمه عرض کنم خدمت شما و دوستان و بعد ایشالله برنامه رو شروع کنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان گرامی، دانشجویان عزیز، اساتید بزرگوار، از ارادت و آرزوی شادکامی دارم. خواهش میکنم. من در خدمت سلام. هستم که برای شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت استاد علم و اخلاق آقای دکتر رامش و همه بینندگان عزیز برنامه لایو خانه اندیشمندان علوم انسانی. حالا هفته قبلی که برنامه اومدیم بالا یه توضیحات کلی در مورد خود خانه اندیشمندان دادم، این که ما کارهایی رو انجام میدیم که توی دانشگاه کمتر انجام داده میشه و یا انجام داده نمیشه، و یکی از تو حوزه صنفی اساتی مثل بزرگداشت ها، مثل جشن تولد، مثل گپ و گفت، مثل سر زدن به خونه این اساتید، رفت آمدی باشه اساتید پیشکسوت، کلاس در سلسله نشست های علمی، درس گفتارهایی با اساتید پیشکسوت و بزرگوار که بتونن همه دانشجوها از دانشگاه مختلف بیان و از محضر و اساتید برجسته استفاده کنن، که اساتیدی که معمولا توی دانشگاه یه دانشگاهی درس میدن و دانشگاه دیگه کمتر میدن، و حوزه صنفی دانشجو برگزاری کلاس ها و کارگاه های رایگان آموزشی، حوزه کمک به انجمن ها و نهادهای علمی از جمله برنامه های خانه اندیشمندان هست که برگزار میکنه و الحمدلله تونسته جایگاه خوبی از سال 89 که تأسیس شده داشته باشه و هر سال چیزی حدود 400-500 برنامه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشه و این میتونه یه محلی واسه یه گردهی واسه دور همی های اندیشمندان علوم انسانی باشه که انشاءالله ثمره خوبی داشته باشه در آینده. از جمله برنامه هایی که ما دنبال میکنیم بحث تاریخ شفاهی علم جغرافیا هست، یعنی علوم انسانی و ما خاص ما رشته جغرافیا، چون خانه اندیشمندان 14 تا گروه داره و همه گروه ها این برنامه هاشون رو دنبال میکنن و این برنامه رو داره. تاریخ شفاهی به منزله اینی که ما بسیاری از اساتید پیشکسوت هستن که تاریخچه علم جغرافیا هستن، از مؤسس یک استاد مؤسس یک رشته جغرافی در دانشگاه خاصی تا اولین فارغ التحصیل یک رشته جغرافی در دانشگاه خاصی باشه. این که ما میخوایم از این احوالات بدونیم و ما قبلا به صورت حضوری بود و ما فیلم های زیادی تهیه کردیم، نزدیک الان 40 خورده نفر از اساتید ما فیلم هاشون رو داریم، از دکتر علیجانی، دکتر فرج الله محمودی، مرحوم دکتر ایوازی، مرحوم دکتر گنجی، آقای دکتر بخشنده نصرت، آقای اجتماعی یعنی نگفته باشن تکرار نکنه، آقای دکتر علیجانی، آقای دکتر غیور، آقای دکتر شفقی از دانشگاه اصفهان و دیشب هم و اساتید دیگه که حالا یعنی گفتنش دکتر سعیدی، دکتر رهنمایی وقت برنامه رو میگیره. این اساتید اساتید پیشکسوت علم جغرافیا بودن که ما می‌خواستیم یه فیلم و مستندی از این اساتید داشته باشیم و آرشیو علم جغرافیا باشه واسه همیشه، حتی واسه آیندگان، و انشالله استفاده کنن. امروز هم دیشب در خدمت آقای دکتر خسروی از دانشگاه سیستان و بلوچستان که از دانشجوهای آقای دکتر رامشت هم بوده و ذکر خیرشون هم بود دیشب در لایو آقای دکتر خسروی، از محضرشون استفاده کردم. آقای دکتر رامشت دو سه هفته قبل بود ولی به دلیل مشکلات اینترنت نتونستیم برنامه ادامه بدیم و افتاد موکول شد به امروز. امیدوارم که بتونیم از تجربیات آقای دکتر استفاده کنیم. آقای دکتر، ما برنامه‌ای که می‌خوایم اولا خاطره هایی از زندگیتون و نحوه ورود به دانشگاه و رشته جغرافیا و مراحلی که طی کردید و بحثی هم در مورد بحث چالش های امروز جغرافیا و آینده جغرافیا خواهیم داشت و توصیه‌هایی که به دانشجو دادید. این کل برنامه‌ای که ما انشالله امروز در خدمت شما خواهیم بود. من میخوام هم این که شما رزومه از زندگیتون و از علم جغرافیا که داخل شما درس خوندی و داری تدریس میخونید بفرمایید و هم این که این تجاربی که شما تو این مقاطع تحصیلی داشتید، حالا چه دوره دبیرستان جغرافیا میخوندید یعنی رشته درس جغرافیا داشتید، چه دوره لیسانس، ارشد و دکترا، علاوه بر این درس هایی که میخوندید اگه تجربه هایی دارید که به درد ماها میخوره، دانش آموخته و دانشجویان حال حاضر، اینا بفرمایید که ما بتونیم از تجربه های شما بزرگواران استفاده کنیم. ما در خدمت شما آقای دکتر هستیم. بله، بسیار سپاسگزارم. شما واژه‌هایی رو در مورد من به کار بردید که شاید در واقع در شأن من نباشه. من مقدمتا یه سه واژه‌ای که شما به کار بردید میخوام یه صحبت کوتاهی داشته باشم.
اولیش واژه خانه اندیشمندان هست. حقیقتش این واژه معنای بسیار بزرگی داره و من و امثال من این کسبت به تن ما خیلی بزرگه، یعنی اینکه خانه اندیشمندان جایگاهی کسانی هست که در واقع صاحب اندیشه ای هستند و این اندیشه تأثیر گذار بوده در جامعهشون. این نکته اول. دومین واژه‌ای که شما به کار بردید که واژه بسیار زیبایی هست، قضیه تجربه زیسته هست. حقیقتش تجربه زیسته رو میدونید اولین بار هایدگر به کار برد و در واقع یک واژه استعلایی هست که حکایت از یه موضوع بسیار عمیق فلسفی داره و البته یکی از اصول و بنیانهای علم کلاسیک رو هم زیر سوال میبره، چون میدونید در علم کلاسیک ما تجربه ها را فقط در آزمایشگاه و چیزهای عملی میدونستیم، در صورتی که تجربه زیسته فراتر از این تجربه معمولی هست که ما داریم و به همین خاطر تجربه زیسته یه واژه کلیدی هست در مبانی و اصول تفکری هایدگر و بخش مفصلی رو به این اختصاص داده. و اما واژه سوم تاریخ شفاهی، میدونید یک از علوم جدیدی هست که در یک بخش از تاریخ رو در واقع شکل میده. تاریخ معمولا مکتوب بوده و یا اینکه از رسالات و مکتوبات گذشته به ما میرسیده و دانشمندان علوم تاریخ در عصر جدید متوجه شدن که بسیاری از مسائل تاریخی مکتوب نشده و در واقع به همین خاطر زوایای واقعی زندگی بشر رو در یک بخش دیگه ای دیدن که شما تحت عنوان تاریخ شفاهی مطرح کردید و با همین عنوان هم در رشته تاریخ الان ما اصلا رشته ای داریم در این زمینه و یه تخصص خاصی هست. اما اینکه خب حالا هر کسی در یه جایی به دنیا میاد و یه سیر زندگی داره، من فکر کنم زیاد مهم نباشه، اما چون شما فرمودید، من در سال 1335 روز جمعه ای در 9 فروردین در اصفهان به دنیا اومدم. در اصفهان دوره دبیرستان و دانشگاهی هم رو طی کردم، دوره لیسانس هم رو در دانشگاه شهید بهشتی، دوره فوق لیسانس هم رو و دوره دکترا را در دانشگاه تربیت مدرس بودم. البته دو سفر بسیار تأثیر گذارم داشتم. یک سفری در انگلیس بود که در دانشگاه نیوکاسل بودم و دومین سفرم که تقریبا یکی دو سال پیش بود به آلمان بود و در دانشگاه ورسبورگ. حالا این مختصری بود که من میتونستم خدمت شما بگم. قربان شما آقای دکتر، ما می‌خواستیم یعنی از همون مقاطع تحصیلی ابتدایی راهنمایی و دبیرستان شما احتمالاً در اصفهان، حالا یه مختصری از این دوران بگید تا انشالله وارد دانشگاه بشیم که اینجا چرا شما اصلا رفتید رشته جغرافیا و چی شد که این دانشگاه رو انتخاب کردید؟ ولی دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه و به اصطلاح بالاتر من که چیز خاصی نبود، مثل همه معمول میگذشت. اومدنم در رشته جغرافیا هم یک کار کاملا اتفاقی بود. در زمانی که ما امتحان کنکور میدادیم 10 رشته رو میتونستیم انتخاب کنیم و جالب اینه که من برای شما بگم ما هیچ اطلاعی از رشته هم نداشتیم. نگاه میکردیم ببینیم که مثلا چند نفر میخوان و احتمال قبولی شدنمون در دانشگاه چطور هست و به اون ترتیب رشته انتخاب میکردیم که خب من رشته جغرافیا را انتخاب کردم و دوره لیسانسم را در اصفهان گذروندم. دوره لیسانس اساتیدی که در دانشگاه اصفهان بودن، اصلا وقتی شما وارد دانشگاه اصفهان شدید چند سال از عمر جغرافیا در دانشگاه اصفهان میگذشت و چه اساتیدی اونجا بودن و چه تجربه هایی از این اساتید کسب کردید؟ حالا داستان اومدنی به دانشگاه بحث است.
و اینکه چه تأثیراتی معلم ها روی ما داشتن یا اساتید رو ما داشتن یه بحث دیگه ای هست. در دانشگاه اصفهان زمانی که من وارد شدم، جناب آقای دکتر شفق مدیر گروه بودن و استادایی که من داشتم ایشون بودن، آقای دکتر غیور آخر به اصطلاح کار تحصیلیم بود که ایشون از انگلیس تشریف آوردن و باشون یک چند واحدی گذروندم. خانم دکتر قاضی بودن که در واقع کار گروه را انجام میدادن و معنوس ما بیشتر با آقای دکتر غیور و حاج آقا محمدی خدا رحمتشون کنه بیشتر این موضوع بود. آقای دکتر کاویانی استاد راهنمای من بودن. من اولین کاری که کردم در واقع ترجمه دیکشنری آف جیوگرافی بود مال مور که ایشون هدایت میکردن در واقع کار را و بعد هم فارغ التحصیل شدیم. یعنی پدیده چندانی نیست که من خواستم وقت دوستان رو بگیرم. دوره فوق لیسانس ما در واقع سال 57 بود که مقارن با انقلاب بود، انقلاب اسلامی، و ما رفتیم دانشگاه شهید بهشتی مصاحبه. من یادم هست آقای دکتر رضویان حاضر هستن سلامت باشن، ایشون از من مصاحبه میکردن با یکی دو نفر دیگه که یادم نیست کیا هستن و ایشون از من پرسیدن که رودخانه موند کجاست، گفتم نمیدونم. بعد روی میزشون یه جا سیگاری بود، گفتن این چه سنگیه. من تو کارهای میدانی زیاد میکردم در دوره لیسانس، خیلی علاقه من بودم به این کارا، گفتم ترافرتنه و ایشون گفت که خب برو. من فکر کردم که در واقع نپذیرفتن منو، ولی کن بعد به من اطلاع دادن که شما قبول شدی و دوره فوق لیسانس رو در دانشگاه شهید بهشتی در واقع گذروندم. آقای دکتر کردوانی از استادای ما بودن، آقای دکتر مؤمنی، آقای جناب آقای دکتر صدوق راهنمای به اصطلاح رساله من بودن و از اساتید متعدد دیگه هم در واقع بهره من شد. خواهش می‌کنم آقای دکتر، اگه من اشتباه نکنم زمانی که شما دوره لیسانس رو می‌گذروندید احتمالاً پایان‌نامه داشتید، چون اساتیدی که اون زمان می‌فرمایند در مورد پایان‌نامه‌شون هم می‌فرمایند. اولین که پایان‌نامه شما چی بود، موضوعش مثلا چرا این موضوع رو انتخاب کردید، چه چالش ذهنی شما داشتید، و اینکه از تجارب خودم استاد داره به عنوان راهنما و مشاور تو این دوره استفاده کردید دوره کارشناسی؟ در دوره کارشناسی گذراندن رساله اجباری نبود، هر کس دلش میخواست میگذرد. چهار واحد هم بود ظاهرا. من یک کتاب کوچیکی رو یکی بهم هدیه داده بود تحت عنوان دیکشنری آف جیوگرافی، یه آقایی نوشته بودن به نام آقای مور، انگلیسی بودن، و من به آقای دکتر کاویانی با من ارتباطات نزدیکی داشتن. من بهشون پیشنهاد کردم، ایشون قبول کردن و خب این را من ترجمه کردم. البته در دانشگاه اصفهان اون زمان 300 تومن پول میدادن برای رساله ها، چون من رسالم را هدیه کرده بودم به دکتر علی شریعتی، از این قضیه من را محروم کردن و حتی نگذاشتن که جلدای استاندارد دانشگاهی روی اون رساله بخوره. یعنی میگفتن آرم دانشگاه نباید روی این باشه، چون به من صحبت کردن و گفتن شما نباید به ایشون این هدیه رو بکنی و من زیر بار نرفتم و گفتن که خب ما اگر اینطوری هست ما نه هزینه ای تو میدیم و نه میذاریم که آرم دانشگاه روی همچین به اصطلاح رساله. و الان اگر در آرشیو دانشگاه اصفهان شما برید رساله لیسانس من اگر باشه با پوست مقوایی هست، جلد شیمی معمول رو نداره و آرم دانشگاه هم نداره. این خاطره ای بود که در واقع از دوره لیسانس داشتم من. خواهش می‌کنم آقای دکتر، شما اساتید بزرگواری داشتید که ما حالا یعنی خیلی از دانشجوها حالا به دلیل اینکه در دانشگاه دیگه بودن
این اساتید رو ندیدن، فقط کتاباشون رو خوندن، مقالاتشون رو خوندن و از دور دانشجوشون بودن، یعنی دانشجوی غیر حضوریشون بودن از طریق این کتاب ها و مقالات. من از اساتید بزرگواری هم، همچون حالا ما در مورد آقای دکتر شفقی و دکتر غیور خودمون یه برنامه داشتیم، هم بزرگداشتشون رو برگزار کردیم، هم اینکه این فایل حالی گپ و گفتشون رو به صورت زنده گرفتیم و مستند داریم. از اساتیدی مثل آقای دکتر کاویانی، خود آقای دکتر غیور و دکتر شفقی دوست داریم که بیشتر بدونیم از زبان شما که دانشجوشون بودید اون موقع، همچنین خانم دکتر قاضی. والا حقیقتش میدونید دانشجو یک ویژگی دارن و اونی که به هر حال استادا و معلم های خودشون رو دوست دارن و خیلی هم استفاده میکنن، ولی من بیشتر تحت تاثیر افکار دانشجویان بودم تا به اصطلاح اساتید. من باید که از آقای دکتر شکویی و آقای دکتر فرید و آقای دکتر سهامی و آقای دکتر مؤمنی یاد کنم، چون اینها کسانی بودن که مشوق بودن، ولی اون چی که تأثیر گذار بود در زندگی من دانشجویانی بودن که در واقع من راهنمایی میکردم و من از اینا خیلی چیز یاد گرفتم. برای مثال آقای دکتر المدرسی که الان دانشگاه یزد هستن، ایشون نظریه ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی رو مطرح کردن. خب بدونید استاد راهنمای دوم ایشون تورنه یکی از ژئومورفولوژی برجسته دنیاست و ایشون رساله و اولین مقاله ارگودیسیتی هم که در ژئومورفولوژی نوشته ایشون نوشته، یه بحثی داره در یک کتابی تحت عنوان اندیشه‌های نظری در ژئومورفولوژی. ایشون وقتی رساله رو، یه نامه نوشته، حالا اون نامه رو من ندارم که به شما نشون بدم، ولی تعجب کرده بود که چطور مثلا یه نفر در ایران تونسته این مبحث رو به این خوبی با بداعت‌های بسیار زیاد تری که او خودش مطرح کرده بود طرح بکنه. دکتر مختاری یکی از دانشجوهای دیگه دکترای من بودن که ایشون مفهوم ژئوآلومتری رو طرح کردن و خب میدونید آلومتری یک مفهومی بود که در زیست شناسی ازش کاربردهای فراوان داشت. ایشون جو آلومتری رو مطرح کرد و ایشون الان استاد دانشگاهی سبزوار هستن و تاثیرات بسیار عمیقی در دانش ژئومورفولوژی و بداعتی که ایشون در ژئومورفولوژی گذاشت این بود که اثبات کرد که هر نسبتی آلومتری نیست، چون میدونید آلومتری به مفهوم نسبته. و ایشون اثبات کرد که ژئوآلومتری اینطور نیست که هر نسبتی رو ما بتونیم آلومتری بگیم، بلکه نسبت‌هایی رو ما میتونیم ژئوآلومتری بگیم که بیان کننده مفهوم یا یک پدیده و یا یک به اصطلاح واقعی باشن. این بداعت کار ایشون بود. آقای دکتر بابا جمالی که الان استاد دانشگاه هنر اصفهان هستن، ایشون کوپلینگ در ژئومورفولوژی رو مطرح کرد و در واقع رابطه بین زیباشناسی و ژئومورفولوژی را در مقیاس یک نظریه بسیار قابل طرح مطرح کرد. آقای پورخسروانی، آقای دکتر پورخسروانی الان دانشگاه کرمان هستند. ایشون نظریه عکس کوپلینگ را در ژئومورفولوژی، نظریه دوالیتی را در ژئومورفولوژی مطرح کرد که سبب شد یک بلواهی به پار بشه و اون بلوا این بود که خب میدونید شما هرچی مقاله راجع به فرونشست های زمین و چق ها و اینها دارید، همه نسبت میدن به این که استخراج بیروی آب های زیرزمینی باعث شده اینطور شد. ایشون اثبات کرد که اصلا اینطور نیست و این پدیده خصوصا چق ها و درام ها که هم در یزد هست هم در جای دیگه، این پدیده نیست که به آب های زیرزمینی اصلا ربطی باشه و اون رو تحت عنوان نظریه دوالیتی در ژئومورفولوژی بیان کرد. دکتر محمودی یکی از دانشجوهای دیگه من بود که نظریه هویت آینه ایران را و دستگاه جغرافی ایران را مطرح کرد که در کرسی‌های نظری پردازی اولین کرسی جغرافیایی بود که پذیرفته شد و چالش‌های بسیار مهمی را برای رشته‌های
علوم سیاسی و جغرافی سیاسی در واقع ایجاد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون ادعا کرد که ایران و تنوع قومیش و به اصطلاح اقلیمی و محیطیش عامل پایداریش بوده، و برخلاف سیاسیون که معتقدند که مثلا اگر زبان مشترک وجود داشته باشه یا اقوام یکسان باشن و اگر تنوع کمتر باشه یک ملت پایدارتره، ایشون اثبات کرد که اصلا اینطور نیست و ایران یک دستگاه جغرافیاییه که علت ماندگاریش در طول تاریخ همین تنوعشه. و بعد مثالی که میزنه خیلی جالبه، میگه ما با 15 کشور در همسایه هستیم، این 15 کشور همشون تاریخ استقلال دارن و ایران تنها کشوری است که تاریخ استقلال نداره، یعنی که در تمام طول تاریخ مستقل بوده. بحث هویت آینه ای به دستگاه جغرافی ایران، اینا بدعتایی بود که از جغرافیای ایران در واقع بیرون میمد. خانم دکتر انتظاری که الان در دانشگاه اصفهان تدریس میکنن، ایشون نظریه اقلیم اختری رو مطرح کرد که هویت مکانی را تشریح کرد. یه بحث کاملا جدیدی بود که در جامعه مفاجئه مطرح شد. دکتر نعمت اللهی کاری را که جانت در ادبیات کرده بود در ژئومورفولوژی ترجمه کرد و در واقع ترامتنیت در ژئومورفولوژی را مطرح کرد. خب میدونید جانت اولین کسی بود که واژه‌های تکست و کانتکست را مطرح کرد. ایشون اومد و گفت که من اندازه‌ی جغرافیایی تکست و کانتکست هم، و در واقع قضیه ترامتنیت در ژئومورفولوژی را تبیین کرد. آقای دکتر زنگینه که الان دانشگاه سبزوار هستن و خانم محمدیان، اینو برای اولین بار پدیدارشناسی در جامعه مورفولوژی رو مطرح کردن که اون مقاله معروفشون رو دانشگاه سیستان بلوچستان چاپ کرد. خب میدونید پدیدارشناسی طرحش اونم در جامعه مورفولوژی یه به اصطلاح انقلاب طرح میشه به نظر من. یا آقای دکتر خسرویی که الان دانشگاه آزاد هستن، ایشون جذابیت کشنده رو مطرح کردن راجب گسلهای ایران و تعبیری رو از گسلها بیان کردن که هیچ کدوم از دانشمندان ایرانی تا به حال به گوششون نخورده بود، و اون که ایشون مدعی شد شبکه راه‌های اصلی ایران بسیاری از شهرهای ایران دلیلش وجود این گسلها هستن، یعنی اگه گسل نبود تمدن ایجاد نمی‌شد، و از 11 کانون تمدنی بزرگ دنیا چه در آسیا چه در آسیا دور و چه در آمریکا قاره آمریکا و اروپا، 9 تمدن روی در واقع گسلها به وجود اومدن، یعنی اینکه گسلها عامل ایجاد تمدن بودن. چون تا به حال شما از گسلها به عنوان یه عامل مخرب یاد میکردید و ایشون اثبات کرد که نه اینطور نیست و در واقع اسمشو گذاشت جذابیت کشنده. خانم دکتر دلسوز هم ببخشید با توجه به وقتی که داریم، من آخری چند ایشون در مورد زمان در جامعه مورفولوژی کار کرد. خب میدونید زمان در جامعه مورفولوژی خیلی کسا کار کردن، ولی بدعت کاری که ایشون کرد بسیار بسیار قابل توجه بود و طرح مسائل کاملا جدید بود. من میخواستم اینو بگم که در واقع اگرچه ما همه اساتیدمون را و معلمینمون را بهشون مدیون هستیم، اما در مورد بنده من بیشتر مدیون کارایی هستم که این بچه ها کردن و در واقع بیشتر از دانشجوام چیز یاد گرفتم و تحت تاثیر قرار گرفتم از نظر فکری. خواهش میکنم. آقای دکتر میفرمودید از دوره کارشناسی ارشد و دانشگاه شهید بهشتی که وارد شدید. آقای دکتر شما لیسانس رو شاید به ناخواسته یه رشته جغرافیا رو انتخاب کردید، وارد لیسانس جغرافیا شدید، ولی ارشد که دیگه خودتون انتخاب کردید، بازم دلیل خاصی داشت که یعنی علاقمند شدید به جغرافیا، یا یعنی که تو این روال قرار گرفتید و وارد فوق لیسانس شدید؟ فوق لیسانس اگه قبول نمیشتم شاید مسئله زندگی من چیز دیگه ای بود، ولی پدر من بیشتر مرا تشویق کرد که ادامه تحصیل بدم
و اگرچه مشکلاتی هم داشتن از نظر مالی و اینها، ولی کن من تدارک میکردن و اجازه میدادن که من بتونم بیشتر تحصیل کنم. و در اون زمان جاهای مختلف میشد امتحان بدیم. من دانشگاه ملی اون زمان امتحان دادم، شهید بهشتی فعلی، و چون قبول شدم رفتم. یعنی برنامه خاصی برای ادامه نداشتم. در دکترا هم باز همینطور. در دکترا چون من دانشگاه اصفهان دیگه به عنوان شغل انتخاب کرده بودم معلمی را، و چون در دانشگاه بودم یه ضرورت بود که من ادامه بدم در واقع قضیه دکترا را، و خب امتحانی از ما گرفتن در دانشگاه به اصطلاح تربیت مدرس، و من تونستم جز اولین دوره های دکترایی بودیم که ما در دانشگاه تربیت مدرس وارد شدیم. آیا تو از دوره فوق لیسانستون و پایانامتون و اساتیدی که بیشتری تأثیر در اندیشه های شما داشتن؟ در دوره فوق لیسانس میرید، ما برخورد کردیم با انقلاب فرهنگی و 3-4-5 سال در واقع دور موندیم از این قضایی. من به واسطه ای که جنگ شده بود، مسئولیتی به من دادن در حورالعظیم، مسئولیت به اصطلاح مطالعات آب حورالعظیم رو داشتم، و خب چون علاقمندی های رساله فوق لیسانس من جغرافیایی حورالعظیم بود. آقای دکتر صدوق در واقع هدایت این کار را داشتن، و جناب آقای دکتر مؤمنی که به رحمت خدا رفتن، ایشون هم نظر خاصی داشتن روی کار من. خدا رحمت شما. ممنون. از دوره دکترا آقای دکتر وارد دانشگاه تربیت مدرس شدید و اساتیدی که اونجا بودن و از جو دانشگاه تربیت مدرس، چون معمولا دانشگاه تربیت مدرس تو اون زمان شرایط خاصی داشت نسبت به دانشگاه تهران و دانشگاه ملی، بله بفرمایید، و همچنین تجربه هایی که تو این دوران داشتید که میتونه کمک کنه به ما. بله، آقای دکتر شکویی مدیر گروه جغرافیا بودن، از ما امتحان گرفتن و بعد ما دانشجویشون شدیم. 4 نفر بودیم که دانشجویشون شدیم در حوزه جغرافیای طبیعی. 2 نفر اقلیم بودیم، 2 نفر ژئومورفولوژی، جناب آقای دکتر نگارش و من در ژئومورفولوژی بودیم، و در واقع خانم دکتر حجازی و یک آقای خانم دیگه هم در رشته اقلیم بودن. آقای دکتر شکویی یک معلم به تمام معنا بود، و معلمی به اصطلاح آکادمیک نبود، بلکه ایشون بیشتر روی این کار میکرد که چگونه آدم تربیت کنه و چطور مسیر نشون بده. خب میدونید ما در حوزه فلسفه، اون هم قضیه مربوط به ژئومورفولوژی و رشته‌های طبیعی، هیچ کسی اقبال چندانی نمیکرد، و اولین بار من رسالم رو با ایشون گرفتم. رساله من در مورد تراسای زاین درود بود، و یه سفر ایشون تشریف بردن اصفهان و مطالبی رو که من تهیه کرده بودم بهشون نشون دادم، ایشون خیلی ما رو تشویق میکردن. اگرچه کار ما زیادم اهمیتی نداشت، ولیکن تشویق های ایشون سبب شد که در واقع ما دلگرم بشیم به کار. و بعد از این قضیه خب دفاع شد، و آقای دکتر حسن احمدی به اصطلاح استاد راهنمای اولی بودن، که ایشون هم مرد بسیار بسیار جالبی بود از نظر من، چون میدونید من با یک سازمان دیگه ای کار میکردم، یعنی به این مفهوم که ادبیات من یه ادبیات علمی نبود. و خب میدونید آقای دکتر حسن احمدی که در دانشگاه کرج، در واقع در دانشگاه تهران کرج بودن، ایشون یکی از ژئومورفولوژیست های کاربردی بود، و وقتی مطالب مرا میخوند به من گفت که رامش تو این صحبت هایی که میکنی بیشتر ادبیه. گفت خب من منشم اینه،
و ایشون علی رغم که خودش اصلا این شیوه را قبول نداشت، خیلی باز به با من برخورد و هیچ اشکالی نداره تو هر طور که دلت میخواد کار کن. و آقای دکتر شکویی چون با این ادبیات بهتر و سازگارتر بود، یک چیزی نوشت برای من که رساله تو این ویژگی ها را داره که حالا هنوز اون دست خط من دارم راجع به این قضایی. میخوام بگم که در دوره دکترا آقای دکتر شکویی خیلی فراتر از یک استاد که میاد و یه درس تخصصی رو ارائه میکنه برای ما مطرح بود، و تقریبا همه کسانی که با ایشون کار میکردن یا در اون دوره با ایشون کار میکردن از آن دارن که رفتار و منش معرفتی ایشون و سلوک زندگیشون بسیار بسیار حداقل سبب شوق انگیزی در دانشجو میشه. آقای دکتر، شما از معدود یعنی هستن اساتیدی در حوزه جغرافی طبیعی و جمهوریکولوژی، اساتید بسیار بزرگوار که به سمت فلسفه جغرافیا گرایش بیشتری، یعنی گرایش بیشتری دارن نسبت به اساتید دیگه، شما این گرایشتون به سمت فلسفه جغرافیا در جئومورفولوژی متأثر از همین آقای دکتر شکویی است یا که اساتید دیگه یا کتابهایی بود که در اندیشه شما تأثیر زیادی داشت و شما رو به این سمت کشوند؟ والا حقیقتش یه مقدار شاید بشه بگی که ویژگی‌های ذاتی هم هست، یعنی یه چیزایی در جوهره بعضی ها هست، مثلا بعضی ها آدم های بسیار تکنیکالی هستن و تکنیکا فوق العاده خوب عمل میکنن، ریزبین هستن، جزئیات رو خیلی خوب دقیق بررسی میکنن، راه های اندازه گیریش و تحلیلش و این حال. بعضی هم توی زمینه های مثلا فلسفی شاید یک جوهره ذاتی داشته باشن یا یه تمایلاتی داشتن یا مطلوبیت هایی در واقع داشته باشن. من فکر کنم بیشتر این جنبه در من باعث شد که به اون سمت برم، و من وقتی وارد این قضیه شدم روی تمام کسانی که در حوزه های فلسفه جغرافی و کار میکردن اشراف داشتم، یعنی اینکه میدونستم که مثلا در ایران ما فلسفه جغرافیایی نداریم. فرض فرمایید که آقای دکتر شکویی یک پایگاهی بود که اندیشه های بیشتر اروپا و آمریکا را در ایران مطرح میکرد، از خودشون در واقع بداعت به صراحت فلسفی نداشتن. آقای دکتر فرید و آقای دکتر سهامی بیشتر اندیشه‌هایی که در فرانسه بود را در ایران در واقع تشریح میکرد، و آقای دکتر مؤمنی و یکی دو سه نفر دیگه اندیشه‌هایی که در به اصطلاح آلمان بود، چون آلمان تحصیل کرده بودن، بیشتر اون چوری فلسفی آلمان خواهدن. ولیکن ما الان توی این جوانایی که اسماشون رو هم بردن، اینا هیچ کنشون به اصطلاح تبعیت از مکتب خاصی از اروپا یا آمریکا یا آلمان یا امثالهم نکردن، بلکه غور فلسفی خودشون در این موضوعات بوده و بداعت‌های فهمی جدیدی را در واقع از خودشون تولید کردن. این اهمیت برای من بیشتر داره و به همین خاطرم گفتم که من از اینا بیشتر تأثیر پذیرفتم تا مثلا کسانی دیگه. خواهش میکنم آقای دکتر. حالا یه سوال دیگه این که یعنی تو ذهن من بود، این که فرق دانشجو اون زمان با الان چیه آقای دکتر از نظر شما؟ دانشجوهای فعلی بسیار بسیار فهمیده تره. ببینید قضیه دونستن یه چیزیه، فهمیدن چیز دیگه ایه. اصلا نسل جدید آدم های بسیار فهمیده تری هست، درک و قوه درک و تحلیلشون فوق العاده قوی تر هست، و این بر به تکنیک هم نمیگرده. یعنی حالا ممکنه بگن چون مثلا دانش پیشرفت کرده، تکنیک ها و آمار ها و اعداد بیشتر شدن یا همچنان، اصلا اینطور نیست. من به نسل جدیدمون اینقدر اعتماد دارم که به خودم جرات نمی کنم که بهشون توصیه کنم. چرا؟ برای اینکه شما وقتی یک کسی بیشتر از شما میفهمه و بیشتر از شما میدونه، نمیشه توصیه برش کرد.
بزرگوار. و در واقع چیزی یاد ازش یاد گرفت. خواهش میکنم، این لطف شماست آقای دکتر که به جوانها اهمیت میدید و بهشون این حرفها واقعا انگیزه میده. خیلی از دوستانی که الان اصلا چه از دوستان دانشجو و دانش آموخته جدید باشن و این صحبت ها میتونه بهشون انگیزه. آقای دکتر حالا یه سوال دیگه، اینکه اساتید اون زمان با اساتید جوان این دوره چه فرقی میکنن؟ اساتید اون زمان آدمای با تجربه تری بودن و درک انسانیشون به نظر من خیلی بیشتر بود. ببینید کلاس و درس یه تخت سیاه نیست و یک نفر بیاد و یه چیزی بگه و بعد بخواد که همون چیزها را شما تکرار کنید. درست. آقای دکتر شکویی، یه واقعی برام تعریف کنم تا این تفاوت مشخص بشه. آقای دکتر شکویی مقالاتی که براش اومد ارزیابی و داوری کنه نمیکرد. خیلی جالبه، من شما پرسیدم چرا آقای دکتر شما داوری نمیکنید؟ ببینید وقتی مرد فهمیده باشه این حرفا رو میزنه. ایشون در اومد من گفت که یه نفر که 2 سال روی موضوعی کار کرده و هم چم موضوع را به اصطلاح باش وارد شده، من هرگز نمیتونم کارش را بگم که خوبه یا بده یا درسته یا غلط، و اگر این کار رو بکنم من شأنیت داوری خودم را زیر سوال بردم. ممکنه خیلی چیزا رو گفته باشه که من نفهمیده باشم، هرچی که من نمیفهمم دلیلی برای این نیست که درست نباشه. اینا بود که به ما درس میداد. ما زود که دعوت نکنیم مثلا حرف دیگران، نوشته های دیگران ارزش برش قائل بشیم و اگر یه چیزی نمیفهمیم طرف رو در واقع منکوب نکنیم. درسته آقای دکتر، ممنون از شما. آقای دکتر از تجربه هایی که دانشگاه وورتبول و تشریف برده بودید و اونجا فرصت مطالعاتی دست داده بود وجود داشته، از تجربه شما اونجا و تفاوت جغرافیا در اونجا و کشور خودمون میتونید بفرمایید؟ بله، یه چیز بسیار بسیار جالبی که اونجا ما باهاش برخورد کردم این بود که ما یه خانه‌ای داشتن به نام خانه اندیشمندان، مثل اینجا شما، اونجا به من یه مسکنی داده بودن و یه سالونی داشت که در پایین بود و روزهای چهارشنبه یا یه روز یکی دو روز در هفته یه نشستایی برگزار بود، نشستایی علمی برگزار شد. از تمام آدمایی که در اونجا بودن که چیزی هم نبودن، حدود 20 تا 30 تا خانواده بیشتر نبودن، دعوت می‌کردن که مثلا فلان روز فلان دانشمند داره میاد سخنرانی می‌کنه، شما اگه می‌خواید بیاید ببینید. خب ما هفته اولام بود رفته بودم، روز چهارشنبه بود دعوت رو دیدم، رفتم اونجا نشستم و یه آقایی بودن راجع به سرطان اونا صحبت می‌کرد. خوشش یعنی بعد که تمام شد یه جلسه می‌گیرن با هم دیگه حرف می‌زنن و به سر یه چیزی می‌خورن. یه چند نفر اومدن پیش من گفتن تو کی هستی؟ گفتم که من فلانی هستم. گفتن از کدوم کشور اومدی؟ گفتم از فلان جا اومدم. گفتن رو چی کار میکنی؟ گفتم رو هویت آلمان کار میکنم. گفت هویت یعنی چی؟ گفتم رشته شما چی چیه؟ گفت که من رشتم فلسفه است. یکی آقای دیگه بغلش بود رشتهش فیزیک بود. گفت بر ما توضیح بده که تو وقتی میخوای بگی هویت یعنی چی؟ من انگشتنشون بهش دادم و گفتم این هویت افراده و بعد هویت مکانی ها یه سلسل شد. من فوری تلفنش رو در آورد و زنگ زد به یه آقایی که رئیس به اصطلاح مثل شما که تشکیلات رو اداره میکنید اونجا مدیر این تشکیلات، اومدش گفت که ایشون آقای دکتر فلان نیستن، رشتهشون تاریخ هستن. بعد به من گفت که این آقا یه موضوع بسیار بسیار جالبی رو داره مطرح میکنه و یه سخنرانی برای ایشون بذارید. ایشون من گفت که میتونی اینجا یه سخنرانی کنی؟ گفتم آره. فوری اسم من یادداشت کرد و گفت که من باید هماهنگ کنم که چه روزی بیای اینجا راجع به هویت آلمان حرف. من 2 روز بعدش که رفتم دانشگاه دیدم که رئیس دانشگاه اومد به من تحقیق کرد، گفت که آره من شما وقتی از استفاده کردم چون دور من جمع شدن همه آدمایی که اونجا بودن با اینکه رشته‌هاشون فیزیک بود و نمیدونم علوم اجتماعی بود و تاریخ بود و بیشتر بیولوژی بودند و اینا،
دور من جمع شدند و به اصطلاح حرفا من گوش کردن و اینا. ایشون گفت که آره من شنیدم که شما خیلی خوب ازت استقبال کردن و اینها، من هزینه برگزاری این را از بودجه دانشکده میدم. گفتم خب دست شما در نکنه، چون میدونید اینجا وقتی برگزار میشد یه چای شیرینی به اصطلاح اشربه و اطعمه ای را میدونم و بالاخره یه هزینه ای داشت. فرداش که رفتم به تعطیلی خورد، روز دوشنبه بعدش که رفتم دیدم معاون دانشکده اومد گفت که آقا ما خیلی ممنون میکردیم که شما پذیرفتید که اینجا سخنرانی کنید فلان بهمان، ما به خاطر اینکه شما اینجا سخنرانی کنید 6000 یورو به شما میدیم برای این کاری که میخواید انجام. گفتم دست شما در نکنید. آیا این پول خیلی زیادی هم بودی که 6000 یورو تمام هزینه مسکن من رو در اون ماه دادن، چون من ماهی 1500 یورو هزینه مسکن میدادم و اینا در واقع بخش عمده از هزینه مسکن رو پرداخت کرد. یه چیزی ماهی 200 میلیون الان دیگه تومن. حالا آره زمان کمتر بود. میخوام مقایسه کنید که ببینید من از یک کشور جهان سوم رفته بودم اونجا، اما چون یه حرف به اصطلاح بدی را برای اونا گفته بودم که حالا مثلا هویت مکانی در آلمان چی هست، اینا نگفتن که خب این بابا مثلا اومده کشور ایرانه مثلا حالا اومده اینجا فلان بهمان، بلافاصله از من پشتیبانی های چیز کردن به جای این که خصومت کنن و رد کنن قضیه من. شما اگر این الان شما یه مقاله راجع هویت مکانی بنویسید هیچ کدوم از مجله شما حاضر نیستن چاپ کنن، یعنی میگن این حرف و نقلاب به مثلا جمهورش نیمده یا اینا نیست مثلا علمی نیست از این حرف. خب اینا فرق کاره و همین تفاوت ها منجر میشه که استعداد ها در اونجا چطور بشه و در اینجا من میتونم به ذات از خودم بگم خدا میدونه که چه استعدادهایی اومدن در کلاس های من نشستن و رفتار ناشایست من سبب شد که در واقع اینا از کل زندگی سیرشن که برسه به این که حالا شکوفا بشه. تفاوت این تفاوت خیلی مهمه. اتفاقا آقای دکتر من سوال بعدی هم همین بود در مورد چالش های فعلی رشته جغرافیا، که یکی از چالش ها میتونه همین باشه که بعد همین که شما میفرمایید که من از جوان ها خیلی چیزا یاد میگیرم، خب این انگیزه میده. این کمتر استاد ما میبینیم که حالا میخوام بگم استاد دیگه نیستن، هستن اساتید دیگه هم که اینجوری صحبت میکنن، اینجوری رفتار میکنن، انگیزه میدن به دانشجو، انگیزه میدن به جوان ها که هم راه خود این اساتید رو ادامه بدن هم باعث پیشرفت این رشته ها بشن، ولی کمتر استادی هست توی دانشگاه که الان اون انگیزه انسانیت بر علم ترجیح بده و دانشجو رو بیشتر هول بده به سمت انسانیت و اخلاق. اتفاقا سوال بعدی من همین بود که چالش های امروز علم جغرافیا رو با توجه به حوزه‌ای که شما قبلا درس می‌خوندید، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و اون چالش‌هایی که شما درگیرش بودید، امروز جغرافیا رو چالش‌هاش چی می‌بینید؟ جغرافیا در ایران و حتی حالا تا یه بخشی هم در جهان یه مشکل عمده داره و اون اینه که از دانش امروز عقب افتاده. ببینید شما در علوم اجتماعی اگه نگاه بکنید ببینید مثلا دانش پدیدارشناسی یه چیز کاملا معمولیه، یعنی حداقل که اسم پدیدارشناسی براشون. در جغرافیای ایران حتی آقایونی که انسانی کار میکنن که وظیفشون بیشتر هست بالاخره تو این زمینه کار کنن کمتر با این قضايا آشنایی دارن. در ژئومورفولوژی که اصلا هیچی، یعنی اصلا به طور کلی پدیدارشناسی علم تلقی نمیکنه، در صورتی که میدونید پدیدارشناسی اولین بار توسط گیلبرت مطرح شد، یعنی 20 سال قبل از هورسل، یعنی در سال 1800 خورده ای بود که ایشون این قضیه رو مطرح کرد. و پدیدارشناسی دقیقا ارتقا یافته پدیده شناسیه. دانشمندانی که الان در حوزه های جغرافیا کار میکنن بیشترشون پدیده شناسن، یعنی به عینیت های ملموس فقط به اصطلاح توجه دارن، در صورتی که در پدیدارشناسی شما به داده ها و عینیت های غیر ملموس هم چه میکنید میرسید.
مهارت گفتمان و اگر هاشم. اون اجتماعی رو نگاه کنیم، اگر جامعه شناسی رو نگاه کنیم، اگر رشته‌های روان شناسی رو نگاه کنیم، اگر زبان شناسی رو نگاه کنیم، میبینیم که اینها بسیار بسیار پیشرفت کردن. یعنی پایه‌های فلسفی پدیدارشناسی در زبان شناسی، اگه کسی زبان شناسی رو و تئوریاشو ندونه چطوری میتونه پدیدارشناسی کنه؟ توی ایران و جغرافیا، خصوصا جغرافیای طبیعی، ما چند سال در حد مبارزات به اصطلاح فکری بسیار مناقشه برانگیز طرح کردیم این قضایی را، تا وقتی که آقای سنگنه بالاخره موفق شد این قضیه را چاپ کنه. میخوام بگم که یک مهمترین چالش دانش جغرافیا امروز در ایران اینه که سعی میکنه که به پدیدارشناسی قناعت کنه، و اگر این محدودیت را برای خودش به اصطلاح تعریف کنه و استمرار ببخشه، خب نسل آینده را از بسیاری از چیزهای دیگه‌ای که میتونست بفهمه در واقع محروم کرد. به نظر من اون چیزی که خیلی مهمه اینه که دانشمندان جغرافیایی باید با این مسائل آشنا بشن و کنه این مطالب را یه آشنایی سوری داشته باشن و خودشون در زمینه کار کنن، وقت به نتایج خیلی خوبی هم خواهد رسید. خواهش بکنم از دوستان محترم هم سوالا باز هست، اگه میتونن میخوان سوالی بپرسن از آقای دکتر ما در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. آقای دکتر، خیلی از دانشجوها الان و خیلی از اساتید و حتی خود حضرت عالی بر این باورن که دانش علم جغرافیا از سمت از جهت کاربردی بودن کاسته شده، یعنی این دلیلش رو شما آیا این موضوع رو میپذیرید که جغرافیا الان یعنی در شرایط فعلی کشور کمتر کاربردی هست در جامعه، یعنی به منزله اینی که بهش سازمان ها نهادها وزارتخانه ها بهش توجه کنن بگن آقا ما جغرافیا رو به این دلیل میخوایم، به این شرایط، به این دلایل میخوایم. مثلا وقتی یه نفر مشکلی داره میگم مثلا مشکل روانی داره، میگم برو پیش روانشناس، شما مشکل ملکی حقوقی چیزی داره میگه برو پیش یه حقوقدان یه وکیل، ولی کمتر جایی پیدا میشه که میگه برو پیش جغرافیدان. ادعای بر این باورن که جغرافیا اون کاربردی خاص خودشو نداره، در حالی که جایگاه بسیار بزرگی داره. ولی حالا چه چیزی باعث شده؟ من میخوام شما اینو قبول دارید و این مشکل چی میدونید؟ ببینید، از قدیم گفتن مشک آن است که خود بگوید، بگوید نه آن که عطار بگوید. ما وقتی چیزی بلد نیستیم و نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم، خب چه انتظاری دارید که جامعه بیاد بگه آقا فلان؟ شما دقت داشته باشید، ببینید الان شما تمام جغرافیدانان ایران جمع کنید بگید راجبه توسعه حرف بزنید، همشون یه چیز میگه. هیچ کس واقعی مثلا حرفایی را که کسانی که توسعه را قبول ندارن و بعد نقادی میکنن که آقا توسعه چه بلایی سر ما آورده و از این حرفا، هیچ کس تو کلاس نمیگه. همه میگن که آقا برنامه‌ریزی بسیار بسیار خوبه، نمیدونم توسعه پایدار فلان بهمان. شما یه مقاله برای من معرفی کنید که پایداری در توسعه را نقد کرده باشه در ایران. خب شما فکر نکنید که از مثلا 60 سال پیش یا 70 سال پیش که برنامه‌ریزی در ایران بوده، آدمایی که برنامه‌ریزی می‌کردن آدمای مثلا هفلشتی بودن؟ نه، کارشناسای بسیار ورزیده آمریکا بودن، از هاروارد می‌اومدن. شما میسرا که طرح کلی تقسیمات کشوری ایران درست کرده و در واقع مقتدی آدم کامل جایزه نوبل داشته، به اصطلاح یکی از کاتکولفتای بسیار هاروارد بود اومده این کار کرده. در زمان پهلوی اول تقسیمات کشوری بر اساس سلسله مراتبی درست شد. اینها اینطور نبود که از مثلا فکر یک بسیار شاه در اومده باشه، اینا پشتوانه‌های علمی خیلی قوی داشت که اومدن این کار کردن. حتی اسامی رو که عوض میکنن شما نگاه کنید، مثلا شهداد بوده، خبیث شده، شد کنم آزادگان، میشان بوده، فلان بوده. وقتی میبینید نگاه میکنید که اینا رو کی درست کرده، فرهنگستان و علوم درست کرده، یعنی آدم های فهیمی مثلا این کار رو کردن. اما اینا موندن، هیچ کنون تفکرات بعد که اتفاق افتاده رو بررسی نکردن، و بنابراین هیچ کس نمیده بگه که آقا توسعه خوب، حالا ما
مثلا فرض کنید 50 سال توسعه کار کردیم، این توسعه چه بلایی سر بشر آورد و چه نقدی دارن براش؟ هیچ کسی هیچی نمیگه توسعه، توسعه یه علم است فلان. در صورتی که وقتی که ما میریم حرف و نقلای ساپیر وورف و ویتگنشتاین را اینا را میخونیم، میبینیم که اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست و ما اصلا چیزی به عنوان توسعه، به عنوان یک علم که همه جا یکسان در واقع ازش تعریف بشه و تبیین بشه، نمیتونه وجود خارج داشته باشه. خب اینا یه چیزایی هست که ما نداریم، ما فهم این قضایا رو نداریم و چون فهم این قضایا رو نداریم، خب جامعه هم از ما نمیتونه انتظار داشته باشه. ما اگر تونستیم یه روزی حرفای جدید بزنیم، حرفای بالاتر از اون چیز که متداول و مرسوم هست بزنیم، بتونیم نقادی کنیم اون چرا که در گذشته اتفاق افتاده و بگیم که علی رغم این که این کسانی که این کار رو کردن آدمایی بودن، دانشگاهی بودن، بالاترین به اصطلاح مدارج رو داشتن و نتیجه کار اونها این اشکالات رو داشت، که حالا این اشکالات چگونه میتونیم ما رفع کنیم؟ مواجه نیستیم. که مثلا در حوزه موضوعی مثلا در جغرافی علم جغرافی الان نوشته هایی که نوشته میشه، حالا چه در قالب کتاب مقاله، این موضوعاتی که چاپ میشه و عموم میتونن مطالعه کنن، حالا پایان‌نامه ممکنه توی دانشگاه خاصی باشه و کمتر بهش بپردازیم، نوشته هاش از همه تقریبا میشه رشته های علوم انسانی بیشتره، از روانشناسی، از مدیریت، از حقوق. یعنی شما بعض وقت دانشجویی رو میبینید که دانشجو کارشناسی ارشد 10 تا کتاب داره، 5 تا 10 تا مقاله داره، اساتیدی میبینید که 50 تا کتاب دارن. یعنی خب کسی که 50 تا 40 تا کتاب مینویسه، 20 اصلا 2 تا کتاب مینویسه، باید واقعا آدمی باشه که حرفای زیادی واسه گفتن داشته باشه. کسی که 10 تا مقاله داره توی یه حوزه خاصی، بعد انسانی باشه تو رشته حال جغرافیا ما مثال میزنیم، بعد آدمی باشه که واقعا حرفای خیلی سنگین و خیلی عمقی داشته باشه به این مسائل. شما چرا اصلا جغرافیا به این روز افتاده که ما اینقدر کتاب و مقاله داریم؟ ببینید حجم زیاد مهم نیست. شما چند نفر آدم دارید در همین جغرافیا که آدم های معروف شده؟ کانت چرا معروف شده؟ برتال لنفی چرا معروف شده؟ جیلبرت چرا؟ دیویس چرا معروف شده؟ آیا کار خیلی تخصصی، خیلی مثلا ریزی کرد؟ نه. ببینید اینایی که معروف شدن و موندگار شدن، اینایی بودن که معرفت شناسی جدیدی رو گفتن، روش جدیدی رو در واقع ابداع کرده. بنابراین این که شما 1000 تا کتاب بنویسید و همه این کتاب بدون همه حرفایی باشه که 1000 نفر دیگه هم گفتن، اینا چیزی مشکلی رو حل نمی‌کنه. بداعت در اینه که شما بتونید دستگاه معرفت شناسی جدیدی رو تعریف کنید و خوب بشناسید، در قبال این معرفت شناسی تحلیل دونم تغییر خواهد کرد، روش تحلیلم تغییر کرد. و اصلا یه چیز خیلی مهمتر، شما اگه دستگاه معرفت شناسیتون تغییر کرد، نوع مسئله دونم برای من فرم کنه. ببینید ما الان یه چیزی مثلا اگر در حوزه کلاسیک خواستیم کار کنیم، یا به تعبیر آقایون فیلسوفا ما پوزیتیویسم کار بکنیم، وقتی نگاه میکنیم به یک جایی یه نوع مسئله رو میبینیم، اما اگه چارچوب این نظر شما تغییر بدید، بیاد در پدیدارشناسی، اصلا ممکنه اون چیزی رو که شما اونجا مسئله میدونستید اینجا مسئله ندونید. دقیقاً. و بعدش هم ممکنه که اگر مسئله بدونید راه حلتون کاملا متفاوت باشه. آقای دکتر، من یعنی چون وقت داره تموم میشه، به صورت کوتاه میخوام این سوالو به دوستان جواب بدید. یکی دو تا سوالشون رو پرسیدم، یکی از دوستان گفت سلام، یعنی من دقیقاً متنشون رو میخونم. سلام پروفسور رامشت، ما برای اینکه به تفکرات جدید برسیم چه راهکاری ارائه میدید؟ من میگم که ما که یک به اصطلاح سابقه ای در داریم، اجازه بدیم این جوان ها حرفاشون رو بزنن. ببینید الان شما چند تا مجله دارید در جغرافیا؟ بیش از 35-6 تا مجله، شاید هم بیشتر. اما اگه یکی حرف جدید زد و خلاف کلاسیک بود، چاپ نمیشه، خب میمونه دیگه. این قضیه که در آلمان برای شما گفتن، فکر نکنید که این آدمایی که اونجا جمع میشدن آدمای مثلا هفلشتی بودن. نه خب اونایی که در خانه اندیشمندانی بودن از ژاپن اومده بودن، از ایتالیا اومده بودن، از فرانسه اومده بودن.
و همشون جز به اصطلاح آدمای شاخصی بودن که در حوزه های خودشون کار میکردن. مثلا اون آقایی که در فیزیک کار میکرد گروه پلاسما کار میکرد، اون آقایی که در بیولوژی کار میکرد یه سرطان کار میکرد که مثلا کارهای خیلی عجیب غریبی کرده بود که از آمریکا دعوتش کرده بودن که بیاد مثلا پروژه سرطان رو در اینجا چیز بکنه. اما همون آقایون با اینکه رشتهشون نبود وقتی یه چیز غیر عرفی رو میدیدن که از زبانه که میاد نمیگفتن که خب این مال جان سومی است بعدش کنید بره یا حرفاشو کنه. دور من میشستن، دور من میشستن، همشون هم پیر مرد و به اصطلاح مسن بودن و با زبان به اصطلاح الکنی هم که من حال انگلیسی زیاد نمیتونستم فلسفه حرف بزنم به دقت گوش میکردن که من چی دارم میگم و بعد اون قضایی ها پیش من. ما باید اجازه بدیم، میدان بدید، شما دانشگاه های ما باید میدان بدن، دوستان ما باید میدان بدن که جوان ها بیان و خودشون نشون بدن و تشویقشون کنید، ولو اینکه کارشون ارزش چندانی نداشته باشه، چون تشویق کردن جوان ها سبب میشه که بعد آینده رو خوب بسازن. آقای دکتر شکایی میدید چی میگفت؟ گفت عامل اصلی این که من شکویی شدم چاپ مقاله من بود در اولین رشد. گفت اون زمانی که من یه مقاله نوشتم و در مجله رشد چاپ شد، وقتی به دستم رسید رفتم تو خونه تا صبح بیدار موندم و 18 بار مقاله خودم خوندم. چقدر براش جالب بوده اون زمان جوانیش بوده که، و در واقع چاپ شده یه مقاله از ایشون سبب شده بود که ایشون نره دنبال به سرا کارهای دیگه و بیاد در جغرافی و بعد بشه یه استادی که حالا ما همه بهش افتخار میکنیم. آقای دکتر صحبت پایانی با دوستان اگه دارید بفرمایید در قالب نصیحت توصیه‌ای. نصیحت که گفتم من خیلی کوچکتر از نصیحت که نصیحت بکنم، ما چیزی که به دوستان میتونیم بگیم که ما حتما محترمن برامون و دعای خیر براشون داریم، برای پیشکسوتان، همه اون کسانی که بر ما حقی دارن و آرزومندیم که جوانها با شور و امید بیشتر به زندگیشون ادامه بدن و از کمی ها و کاستی ها به هیچ عنوان نترسن. ممنون علی تشکر. و هرچه سنگ جلو پاشون انداختن اونا رو تحقیر کردن و نگذاشتن که حرفاشون به گوش دیگر رمزه بیشتر کار کنن. من به شما میگم شما از آقای زاده مثلا بیشتر زحمت نکشیدید. زاده کسی بود که به اصطلاح منطق فازی رو مطرح کرد. ایشون فکر نکنید که مال زمان بسیار دوری بود، مال همین زمان عصر ماست. ایشون میگه که وقتی من رفتم در آقای دکتر ببخشید ما چون الان زمان تموم میشه و برنامه ممکنه قطع بشه در حد 5 ثانیه 6 ثانیه، خواهش ببخشید. به هر حال هر چه تأخیر شدن بیشتر کار کنن و بدونن که حتما موفقن. ممنون از شما، خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنیم از حضور شما، خیلی مزاحم شما شدیم آقای دکتر، ببخشید ما رو. همچنین تشکر میکنیم از آقای دکتر مهرجوی عزیز که خیلی زحمت کشیدن تا این ارتباط برقرار بشه. قربان شما، ما خداحافظی میکنیم خدمت شما و دوستان. من تشکر دارم هم شما هم آقای مهرجوی. آقای مهرجوی یه جوان خیلی مؤدب و در واقع خیلی پشت کارداری هست. خدا حفظشون کنه. ممنون از شما، خدا نگهدار.